همراهان و علاقمندان عزیز، به قسمت هفتم برنامه زنده با صدا خوش اومدید. خب بچه ها، خوش آمدید. ممنون، مرسی. امیدوارم که هفته خوبی داشته بوده باشیم. چطور بود سحر هفته گذشته؟ هفته گذشته که مثل همیشه مسلماً با تمرینات گذشت. حالا زندگی خصوصی، کار، خانواده و اینکه هفته خوبی بود، یه ذره شلوغ پلوغ بود ولی خب عالی گذشت. خوب بود. احسان؟ برای من هم همینجوری مثل سهر همچه گفت کار میکرد، یعنی کار رو مایک خاموشه، روشن هست، روشنه. بیدم کار و موزیک و تمرین و دغدغه‌های فضای مجازی و همچین چیزا. عالی، بیایم شروع بکنیم. باز باید تمرین نو. این بار میخوایم شما دو نفر غافلگیر بکنیم. تمرینی که امروز با هم میکنیم تمرینی است که قبلا برای شما نفرستادم. تمرین نو هست و همین لحظه ما با هم این تمرین انجام بدیم. برای اولین باره که همتون میشنوی همتون. شما همیشه ما رو غافلگیر میکنیم ولی خب. خیلی باید اینجا بود. نه تمرین امروز تمرین نسبتاً متفاوت هست. بیشتر ویبراتو، ریتم، نوت خوانی و همزمان تلفظ، یعنی هر چهار تمرین با هم هست. یعنی دفعه بیم تمرین با هم بشنویم، دفعه دوم با هم انجام بشیم. بخش اول می 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 اینطور می 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 اکثرا میگه صدا نمیاد. می 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 اما می 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 via 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 la che dega via 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 la che dega via 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 la che dega via 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 allo che son hop dar akhir bon note i E E تو اول موجی شروع می‌کنی نگاه کن E
فوتسه وجود داره در تمرین. جایی که نوتا خیلی بالا میره شما لازم نیست جیغ بکشید. میشه مثلا ای را میشه ای شما میتونی با نفس با من فوتسه ای ای صدا خراب میشه نه وقتی بالا میدیم. جایی که نوت بیشتر به نوت آخر انسان اینجوری شد نه رای فرار وجود داره. تو لازم نیست مثلا نوت بالا حتما با صدای اصل از گلو شفل بکنی. نفس به او خاطی میکنی فوتسه بشه دیگه. ای برو ای ده حالا خب این تمرین امروز بود. عزیزی تمرین داره تا یه هفته برای اولین بار تمرینه که امروز شما داشتین. تمرینی بود که یک هفته از بعد خواهید داشت. فقط من هنوز نمیفهمم که صدای هست. خب بیایم قسمت دو سحر از رو میخوام شروع کنم. از روزی که با برنامه اشتراک کردی و برنامه شروع کردی بیشتر شروع کرده به اینکه خب کامنت هایی بود یا نظریاتی بود چطور بود که چی میگفت و من بعد گفتم که صبر کن حمیر میشه داخل برنامه مطرح بکنه. دوست دارم که بشنویم نظریات مردم چطور بود و چی گفتنی داری در جواب نظریات و چی اتفاقات افتاد. اول از همه تشکر بکنم از کسایی که برنامه رو تماشا میکنن و دنبال میکنن ما رو و خب این خیلی قابل تقدیره برای تک تک ماها برای اینکه هر کدوممون بالاخره یک زمانی رو میذاریم برای این برنامه و خب مرسی از اینکه همراه ما هستین و ما رو تماشا میکنین با تمام مشغله هاتون و خب این خیلی قابل تقدیره. بعد از این من شروع کردم از اپیزود اول کامنت ها رو دنبال کردن برای اینکه برای خود منم یک دنیای جدیدی بود و خب اینقدر توی پابلیک نبودم اینقدر توی چشم آدم های حالا به این زیادی نبودم و خب خیلی برای من اول از همه جذاب بود خب به خاطر کاری که قبلا میکردم و خب دوست داشتم و از طرفی هم جالب بود. اصلا نمیخوام بگم آزاردهنده برای اینکه من خودم آدمی هم که نقدها رو همیشه میپذیرم و دوست دارم کسی منو نقد بکنه اگر نقد سازندهی مسلمن باشه نه اینکه کسی بیاد به من بگه که شما قیافت چرا این شکلیه یا چرا قدت انقدره یا چرا پدر مادرت اینه. خب چیزایی هستش که غیر قابل تغییره اما نقدهای سازنده خودم همیشه دنبالش بودم و کامنت هایی هم که خوندم تا اونجایی که خوندم جالب بود برای من چون بیشتری ها همیشه حمایت میکردن و خب یه سری مردودی بودن که اول از همه کانسپت برنامه رو متوجه نمیشدن با وجود اینکه ما توی اپیزود اول گفتیم که برنامه ما به این صورته و به این نحوه است و برنامه اینترتیمنت نیست. ما قرار نیست کسی رو سرگرم بکنیم مثل بقیه برنامه هایی که حالا این چنین هستن. برنامه ما یه تفاوتی داره که سرگرم کننده نخواهد بود
اگر کسی بخواد چیزی میتونه ازش برداشت بکنه و توی زندگی شخصی خودش یا هر کسی به نوع خودش یک استفاده‌ای ببره. و یک کامنت جالب، یک کامنت که نه یک نفر بود که اول از همه بعد از اپیزود اول زیر فکر میکنم عکس اپیزود اول که توی پیج برنامه گذاشته شده بود، خب من دنبال میکردم نگاه میکردم و یک نفر گذاشته بود که ایشون یعنی من سحر ایرانی هستم یا افغان هستم. و خب برای من خیلی جالب بود این سوال، برای اینکه خودم هم هیچ وقت انقدر بهش عمیق نگاه نکرده بودم که انقدر پیشینه من و جایی که من به دنیا توش اومدم انقدر میتونه مهم باشه در آینده من، در کار من، در زندگی من. و خب من ترجیح دادم توی اون زمان جواب این کامنتو ندم. و خب گذشت و چند روز بعدش ایشون اومدن زیر پیج شخصی من زیر یک عکسی همین کامنتو دوباره گذاشتن. و خب دوباره من باز این کامنتو دیدم و خب یه ذره از جذابیتش خارج شده بود برای من، یه حس خونسایی داشت که خب اوکی کافیه. برای اینکه از نظر خود من، از نظر سحر، من هیچ فرقی نمیکنه کجای این کره خاکی به دنیا میام. من توی ایران به دنیا اومدم ولی در واقع انتخاب من نبوده جایی که من به دنیا میام. و همینطور خیلی چیزای دیگه، مثل انتخاب کردن پدر و مادر، مثل خیلی چیزای دیگه، ژن من، رنگ پوست من، خیلی چیزهایی که در وجودیت من و موجودیت من هست دست خود من نبوده در واقع. و من افتخاری ندارم بهش بکنم که آیا من ایرانی هستم، افغان هستم، انگلیسی هستم، آفریقایی هستم، اصلا از هر کجایی، چه بالا چه پایین، فرقی برای من به شخصه نمی کنه. و این سوال شاید برای من به شخص خونسا گذشته و روی من تأثیری مسلماً نگذاشته بود، ولی شاید اگر این کامنت برای یک شخص دیگری گذاشته می شد یه ذره برخورنده بود، یه ذره هم خصوصی، همین که اصلا جایی نداشت اون سوال از نظر من. و خب نمی دونم، یه ذره سخت بود ولی خب جالب بود، چون من تو این دنیا وارد شدم جذاب بود، جذاب هست مسلماً و بعد از این هم خواهد بود. ولی خب احساس میکنم که این سری سوال ها یک سری، اول از همه یک سری سوال های خصوصی هستن و دو اینکه سوال نشه خیلی بهتره، برای اینکه فکر میکنم شخصیت طرفی که سوال داره میکنه خورده شاید پایین بیاد. خب حالی تو تو همین لحظه جواب ندادی که همین دستی افغان هستی، بذاره من جواب بدم برای کسایی که برای من میبونن. دوستای عزیز، وقتی که سحر اینجا آمد، وقتی که اولین بار من سحر دیدم، نپرسیدم ازش ایرانی های افغان، و تا همین لحظه من نفهم از کجا ایرانی، ولی میفهمم که در ایران به دنیا آمدی. احسان در ایران به دنیا آمده ولی پدر مادرش در افغانستان به دنیا آمدن. در کل در هنر کرده در اینجا کرد، فارس، پشتو، هزاره، تاجیک، آلمانی، نمیفهمم از هر کجا، آفریقایی، اروپایی، هر قشر آدم هستن. و سوالی که هیچ وقت نمیشه یک کجایی هستی. خب ممکنه کسی که بگه من به کجا به دنیا آمدم، آره میتونه بگه من در افغانستان به دنیا آمدم، تو در ایران. و این مسائل به این خاطر، این مسائل برای ما اهمیت نداره و امیدوارم که برای شما هیچ وقت اهمیت نداشته باشه. این مسئله مسئله ای است که سحر در آینده یک هنرمندی است که میخواد آهنگ بخونه، صدای کسایی میشه که فرصت از این نداشتن که حرفای خود بزنن، چی در ایران، چی در افغانستان، چی در آلمان، چی در هر جای دیگه. احسان، دوست دارم تو در مورد کامنت ها و نظریات که در مورد تو در صفحات مجازی بعد از نشر این برنامه داده شده، اگر خاطره یا جوابی یا سوالی چیزی هست صحبت بکنی. من خوخ از همون روز اول که دوستا کامنت ها رو میذاشتن، من کامنت ها رو میخوندم و
جوابشون تا حدی که میتونستم، کسایی که مینوشتن و میدادم. و یک وقتی شد که چند اپیزود که گذشت، همین هفته گذشته، من اینجوری کامنتار رو میخوندم و از خوشم میومد، میخندیدم و همجوری نگاه میکردم و بعضی از دوستان نوشته بودن که تو چاقی، یکی نوشته بود تو کچلی، یکی نوشته بود تو سن 40 ساله و من همجوری میخوندم تو اوکی. بعد من یک کانالی برای خودم، یک کانال داخل تلگرام دارم که خودم اکثرا چیزایی که بنویسم و داخلش پست میکنم. اما یک مطلبی در مورد این فکری که همون لحظه داشتم، خواهم جور کامنتار رو میخوندم چیز نموند، یک شعری نوشته بودم داخل کانال خود که اونو میتونم اگه دوست دارین بخونم. شعری که من نوشتم داخل کانال خود، نوشتم که هی سوال از من دیوانه مپرسید، این چه اسمیست، نگاهیست، صداییست، کلامیست، چه رختیست، لباسیست، روانیست اگر، خدا نیست مگر، بزند بر پس آن گردن چون کرگدنت، که تکانی بخوری عقل بیاید به سرت، من اگر مست و غزلخوان، اگر در دل ایمان، اگر زار و پریشان، به تو چه جان دلم عزیزم. شور از مزه دیگر در رفته، حوصله شاعرم سفر رفته. من این رو نوشتم ولی برای کسی، یعنی به شخصه برای کسی نوشتم، همون چیزی بود که همون لحظه تو فکرم. احسان یک آهنگ طور که به اپیزود قبلی گفتم برای تو ساخته شده، آماده هست، ولی برای سحر قرار یک آهنگ ساخته بشه نسبت به صدایت، نسبت به چیزی که در توانی صدایت هست. احسان دوست داشتم آهنگ را پلی بکنم، پلی هم میکنم ولی یک کمش، بقیه را باز دوستای عزیز که برنامه میبینم در قسمت آخر برنامه که یک آهنگ از احسان کامل هست همراه با موزیک ویدیو و یک آهنگ از سحر قسمت آخر از برنامه، آهنگای دو نفر خواهند داشت، همگی خواهند شنید. برای احسان آهنگ است به نام اعتراف. راستش اعتراف نوره ساختم، از آهنگای قدیمی و سابقه خودم هست. یک آلبوم داشتم به نام اعتراف، مور از صفحه مجازی پاک کردم و نیست فعلا به دلایل مختلف، کیفیت تصویری نداشت، کیفیت صوتی نداشت، کیفیت موسیقیایی نداشت. اما آهنگی که برای احسان هست در با کیفیت تصویری خیلی خوب، ارنجمنت خیلی خوب ثبت میشه. اعتراف موضوعش خیلی جالبه. آهنگ اعتراف بیشتر نسبت به موضوعات عاطفی نسل ما هست. ببینین در کشورهای اسلامی، افغانستان، ایران، همیشه ابراز عشق و علاقه حق مردانه بوده. زنها همیشه در موقف به اصطلاح موقف قرار داشتن که باید انتخاب بشن، باید خواستگاری بیایه، انتخاب شده باشه. اینی که تو یک کسی را دوست داری بری بهش بگی من تو رو دوست دارم، اینی که مثلا یک زن بیا انتخاب بکنه، یک کسی که عاشق میشه بره بگه من تو رو دوست دارم میخوام، هنجار نبوده. در آهنگ اعتراف موضوعش ای هست، اگرچه قرار احسان بخونه، ولی وقتی من یه آهنگ داشتم نوشتم بیشتر ذهنیت من در مورد عشق یک زن بود. چرا یک زن وقتی که کسی رو دوست داره، کسی رو انتخاب میکنه و عاشق میشه، چرا او فایل نباشه، چرا او انتخاب نکنه و چرا او اعتراف نکنه برای عشق خود؟ و بیام یک ذره از آهنگ اعتراف بشنویم. بی خوابم منم مثل تو عاشقم، ترانم برای توست به کوچه کوچه دلم، هنوز جای پای توست،
قلب من جای توست، من بودنم برای تو. آهنگ اعتراف آهنگ است که احسان قراره بخونه. به از این قسمت به بعد در جریان خواهند بود، ولی آهنگی که سحر قراره بخونه هنوز معلوم نیست. سحر، قبل از اینکه من برای شما یه نفر توضیح بدم که روند تولید یک آهنگ از کجا شروع میشه، چطور هست، میخوام ازت بپرسم اولین آهنگ که میخوایی بخونی به نظر تو موضوع چی دوست داری باشه؟ چی میخوایی بخونی؟ اولین آهنگی که من میخوام بخونم دوست دارم در مورد درون خودم باشه، خب. چیزی که درون خودم میگذره، حالا اینکه چی درون من میگذره معلوم نیست، ولی چیز عجب غریبی مسلمان نیست، خیلی کاملا چیز بیسیکی شاید باشه، کاملا چیز عامیانه‌ای باید باشه، ولی من ترجیح میدم اولین باری که قراره به صورت خیلی به قول معروف درست حسابی بخونم چیزی باشه که حرف دل خودم باشه و چیزی نباشه که فکرشو بکنم که بقیه بپسندن و آیا دوست دارن، یا موضوعی باشه که مود روز باشه. نه، من نه شخصیتم این چنینه که به مود پیش برم یا اینکه حتما دنبال این باشم که بدونم که اوکی کی چی دوست داره پس من همون کارو بکنم چون بتونن فالوور زیادی جمع بکنم، یا نه، من چیزی رو دوست دارم که از خودم میاد و از درون خودم میاد و از یک واقعیت به تمام معناست و این برای خودم خیلی لذت بخشه. امیدوارم بقیه هم لذت ببرن. یک مثال بزنم، احسان قرار آهنگ بخونه به نام اعتراف، موضوعش هم توضیح داده میشه. ببین سر، تو بخوای یا نخوای یک زن درست، به این دلیل مثلا جنسیتی نمیخوام اینجا بکنم، ولی چون از جغرافیایی که ما نیم به شرایطی که ما بزرگ شدیم، تو در ایران به دنیا بودی، در ایران زندگی کردی، یک کشور اسلامی که کاملا در قدم اول زن بودن جرم، میدونید چی تو بخواهیم. اگه بخواهیم یک مثال بزنم، وقتی یک زن با یک مرد در خیابان دارن با هم پیاده میرن، یک نفر میایه یک متلک میگه به یک زن، اون مرد بدون از این که واکنشی نشان بده اول یقه اون زن میگیره که گویا تو چطور بودی؟ لباس چطور بودی؟ چه کار کردی که ای به توی حرف زن؟ به هر حال زن محکومه. سر، دوست داری تو یک زنی باشی یا یک خواننده یک زنی باشی که حرفهایی رو بزنی که این حرفها رو تا حالها زنها از نگاه فرهنگی و تربیتی اجازه نداشتن بزنن، تابو بوده، نخواستن بزنن، گفتی از ترس، ما در قسمت قبلی در مورد ترس صحبت کردیم، میخوایی نترسی، میخوایی که این دخترهای زیاده، میلیون ها دختر در ایران و افغانستان زندگی میکنن مثل تو، حرف های زیاده دارن، فرهنگ سنت مذهب اینا اجازه نداده کردن، درست میخوای اون حرف رو بزنی به اضافه که خب حرف درون تو هست، من مطمئنم حرف تو حرف میلیون ها دختر و زنی هست مثل تو هست، در اونجا اگر فکر میکنی یا من فکر میکنم یا احسان فکر میکنه، ما هم میگیم که این حرف اگه بزنی در آهنگ خود یا این چیزی که بخونی خطرناکه، بازم آزیری خطر بکنی. من کل زندگیم آدم تابو شکنی بودم، درست سن آنقدر زیادی ندارم، ولی هر سمتی که رفتم و رشدی رو کردم تا به این لحظه سدهایی رو شکستم که شاید دخترهایی که هم نسل خودم باشند به سختی انجام بدن، نه اینکه نباشن، اتفاقا خیلی زیادتر هستن دخترهایی که از من خیلی زیاد شجاعترن توی وضعهای خیلی وحشتناکتر،
اما من حرف خودم رو میزنم و یک نکته رو دوست داشتم بگم. من اگر هر تلاشی رو میکنم برای هر سمتی، برای هر تفکری که توی ذهن خودم هسته، شاید این تفکر به خیلی ها بخوره و فکر خیلی یا دغدغه خیلی از آدم ها باشه یا دخترها و زنهایی همسن و سال خود من، اما این دلیل بر این نمیشه که من الگوی کسی باشم و من هیچ وقت نخواستم و از این به بعدش هم نمیخوام. من حرفی رو میزنم توی موقعیتی که خودم میسنجم و خودم دلم میخواد و حرف دل خودم هست و شاید این تلاش هر چند کم از طرف یک نفر بتونه کوچکترین کمکی بکنه به جامعه ما، حالا از ایرانی ها باشه یا افغان ها باشه، فارسی زبان ها، هر کشور یا هر زبون و هر ملیتی که باشم. من اگر هر کمکی بتونم بکنم با کمال میل، چرا که نه. عالی، خیلی خوب. بسار آهنگ اولی که میخونی موضوعش مشخصه ولی توضیح داره. یک سوال دارم. فکر کن تو در یک شرایط قرار میگیری. ببین، تو یک هنرمند، جامعه نسبت به وضعیت‌ها و اتفاقات سیاسی نمیفهمم و اوضاع مختلف جهان داره پیش میاد. مثل کرونا. کرونا آمد و همگی تحت تاثیر وضعیت قرار گرفتن. اونجا دیگه عاشقانه مطرح نیست. اونجا مسائل اجتماعی مطرحه. مسائل اقتصادی مطرحه. احسان دوست داری نسبت به وقایعی که اتفاق میفته واکنش نشان داده شده واکنش داشته باشه به عنوان هنرمند یا نه؟ دوست داری همیشه؟ ببین، اول یک چیز برات واضح میکنم. در خود هنر، در کانسپت هنر، هنر مجبور نیست به اینکه بپردازه به مسائل مختلف. اصالت هنرمنده. یعنی یک هنرمند دوست داره که خب من میپردازم به مثلا هنر میتونه فقط به هنر باشه. من میخوام که فقط من هنرمند باشم و مسائل اجتماعی و مسائل روز نپردازم. حقش هست. اما هنرمندی که بخواد به مسائل روز بپردازه، انتخاب خودش و اصالت خودش مشخص میکنه. آیا تو یک زمان دوست داری به مسائل اجتماعی روز بپردازی یا نه؟ من همین الان هم لحظه که این سوال داشت میپرسید یا با خودم فکر میکردم که چجوریه، ولی دوست دارم ولی دغدغه ما فعلا نیست. ولی چیزی در آینده برای من اتفاق میفته که من مثلا این سمت برام شدم که دوست دارم. حالا بستگی به موضوعش داره، بستگی به تمش داره که در چه موردی هست، ولی در یعنی به کل که من جهت خودم رو به این جهت بخوام، حالا من دیکم فرندنگت فرسین کم شد، بخوام جهشش بدم نه. ولی خب حالا در آینده شاید بتونیم، شاید بخوام چیزی انجام بدم، ولی انجام میدم. اینجوری میخوام بگم. میفهمی که آهنگ قرار بخونی به نام طرف عاشقانه است، عاشقانه اجتماعی است؟ نه، میدونم. نه اون ولی من منظور من از این این بود که بخوام در مورد یک بحث اجتماعی که مثل کرونا و مثل اتفاقی که برای افغانای ما دو دفعه افتادم چند وقت گذشته، میخوام مستقیم در این باره بخونم، امکان داره در بارش فکر کنم. ولی اینجوری نیست که من الان بگم یا 100% من انجام میدم، چون که اگر انجام ندم خود دوستایی که در اون برنامه میبینم میگن اه تو که این حرف زدی چرا انجام ندادی، و اگر بگم نه انجام ندادم و یک وقت انجام بدم میگن اه تو گفتی نه و چرا انجام دادی. عالی. سحر، پس موضوع آهنگی قرار تو بخونی خودت خواهی بود؟ 100%. خودت به عنوان سحر؟ بله. پس دوستان عزیز، در قسمت بعدی ما با هم شروع میکنیم کار عملی روی آهنگ احسان و سحر. آهنگ احسان رو تقریبا لو داده که چی هست، آهنگی که سحر قراره بخونه هنوز نمیفهمیم چی هست. در قسمت بعدی شما خواهی فهمید که سحر کی است، از درون سحر چی بیرون بشه و حرف سحر حرف کیا خواهد بود. قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنم، موضوعی که میخوایم بگم هم برای سحر و هم برای احسان و هم برای شما، مراحل تکنیکی تولید یک آهنگ. اول خود همینجور خود میگفتی خود هنرمند است،
به نظر من یک هنرمند آهنگی که میخواد بخونه باید خودش بر اون باور داشته باشه، یا خودش به اون معتقد باشه، یا تجربه خودش باشه، یا خودش حداقل بتونه اول بفهمه اون چیزی که میخواد بخونه. درست. اون زمان او حسی که از درون هنرمند ایجاد میشه، او حس باعث میشه که مخاطب با او رابطه برقرار کنه. ببین اگر تو یه سحر باور بر موضوعی که داری میخونی نداشته باشی، فقط بر اساس مد باشه، خب امروز داره خشونت علیه زنان اتفاق میفته، من میخوام بر علیه خشونت علیه زنان بخونم، تو موفق نخواهی بود چون تو خواستی کار بکنی. ولی اگر خشونت علیه زنان لمس کرده باشی، فهمیده باشی، در موردش آگاهی داشته باشی و بخوانی، صادق خواهی بود و مخاطب ناخودآگاه میفهمه که چقدر صادقی و رابطه بود. همچنان عشق، همچنان رابطه احساسی، همچنان یک آهنگ 6-8 رقصی. حتی تو وقتی میگی که بذارین یک مثال کامل، یک آمینه و بازاری بزنیم، میگه که یک آهنگ بازاری هست میگه وای چقدر مستم. اگر همون آدمی که میخونه وای چقدر مستم من، اگر همون مستی تجربه نکرده باشه، داره یک چیزر چی میکنه؟ بلغور میکنه. داره چیز علیگیر میگه. ولی وای چقدر مستم من، اگر مستی تجربه کرده باشه، مستی رو میتونه تمثیل بکنه، یعنی نمایش بده. قدم اول برای یک هنرمندی است که خودشو با ترانه سرا، اول اگه خود هنرمند ترانه سرا باشه خیلی خوبه، خودشو توضیح میده. ترانه سرا خودش از وجودش میاد بیرون. ترانه تولید میشه. ترانه شعر نیست. ترانه. ترانه برای آهنگه. ترانه ایجاد میشه بعد از ترانه. برای ترانه ملودی ساخته میشه. برای ترانه که ملودی ساخته شد، گام صدای هنرمند مشخص میشه. از کدام گام صدا باید بخونه. بعد اینجا تنظیم کننده وارد قضیه میشه. تنظیم کننده به کسی میگن که اسکیل یا همو چوکات آهنگ مشخص، کجا ویلون زده باشه، کجا پیانو، کجا درام باشه، باس باشه، ژانرش مشخص میکنه، مینوازه یا در صافیت تنظیم میکنه. تنظیم که آمده شد، خواننده میاد وکال میاد یا ثبت صدا میکنه. فراموش نکنین وقتی که شما میخواین ثبت صدا بکنین، اگر آهنگساز شما کس دیگری هست، باید بالای سر وکال باشه. درست. مثلا کلمات در که شما میخونید باید شما بگه خوب، اگه تو دور میخونی دور بخون، نزدیک نزدیک بر. قسمت های قبلی توضیح دادم برای شما کجا مثلا فوتسه برام، کجا مثلا آ میگی، ای آر میتونه میگی آ آ آ آ، یا مثلا کلمات چطور بگی، باید آهنگساز باشه، صدا ثبت میشه، مرحله بعدی میکس و ماستر است، مرحله بسیار مهمی است، روی صدا شما کار میشه، ایکو و فلان فلان میشه، آهنگ صوتی آماده باشم و پخش میکنم. مرحله تولید آهنگ از این قرار بود. باز هم به قسمت های بعدی بیشتر توضیح میدم برای شما. چون وقتی آهنگ تو آماده میشه، ما یک تنظیم کننده رو دعوت میکنیم در برنامه. یک از تنظیم کننده های موسیقی. آهنگ شما رو تنظیم میکنه و بعد در مورد تنظیم شما میتونه سوالات از او مطرح بکنه. و در قسمت های بعدی ما یک از هنرمندای خیلی شناخته شده افغانستان یا ایران برکنه میکنه، دعوت میکنه به برنامه، از تجربه میتونه شما استفاده بکنه، میتونه سوال با پرسنه تو مهمان های از این اپیزود بعدی به بعد ما خواهیم داشت و هم که با ما در مقام خواهند بود. و امیدوارم که برام این روز بر شما خسته کن بده نباشه و برای کسا که پس یک تمرین دیگه هم، تمرین سال دیگه هم دارم که در جلو دوربین نه شما میدم. ولی دوستا در جریان باشم که تمریناتی که شما هر هفته میکنین و هر روز میکنین، تمریناتی است که اونا در داخل برنامه نمیبینن. شما هر روز و هر هفته تمرین میکنین و همچنین پیش میره. امیدوارم که بعد از ختم از این برنامه همه خوش باشم، هم تو، هم تو و هم کسایی که میبینن برنامه. ما هم امیدواریم موفق باشیم. ممنون، مرسی، خیلی ممنون. خب عزیزان، این بود قسمت هفتم برنامه زنده با صدا. لطفا با ما همراه باشید، باز هم نظر بدید، کامنت بدید، ایده بدید که برنامه ما یا برنامه خود شما بهتر و بهتر تر بشه. با ما همراه باشید تا قسمت بعدی. بدرود.
بخوان بخوان بلند بلند برا 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 بری قیام شد چه خشم سرا 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 سری بهشت زیر پای خود را پس بده نفس بگیر هر روز میکشن تو را که خواهری که مادری نه فقط زنی بلند بلند صدا صدا به جنگ نه نیمه و نه ناقصی برای